سلام عشقای من، حالتون چطوره؟ من امید بروکسم و خوش اومدید به ای ویدیویی که بچه ها اگر بخوام کمی بلند صحبت کنم مجبورم که برم تو خیابون ویدیو رو آماده کنم، چون الان ساعت نزدیک های 5 صبح که من براتون بیدار موندم و ویدیو رو آماده کنم، بتل پس ها بخرم و ویدیوش رو فردا صبح همون اول وقت براتون آپلود کنم. و اگر بخوام کمی زیادی داد و بیداد کنم، خانواده خوابن و میان با لگد از خونه پرتم میکنم بیرون و مجبورم ویدیو رو توی خیابون براتون درست کنم. پس میایم با همدیگه خیلی ملایم صحبت میکنیم و توی ویدیوی بعدی براتون کامل این انرژی کمی که داخل این ویدیو هست و توی ویدیو بعدی براتون جبران میکنم. بریم با همدیگه تریلر بتل پس رو ببینیم و بعدش هم بریم بخریم و بررسیش کنیم. خب بچه ها، وارد بتل پس شدیم. من یه سری از آیتماشو دانلود ندارم، البته هیچ کدومشو دانلود ندارم، چون به محض اینکه اومد بتل پس شروع کردم که ویدیو رو براتون بگیرم و هیچی دانلود نکردم اصلا. با هم دیگه بریم خیلی سریع و ایزی، یعنی سرعت اینترنتم خیلی خوبه، خیلی سریع بریم آیتماشو دانلود کنیم و بعدش هم بیایم از اول شروع کنیم به بررسی کردن و دیدن آیتماش. بزن بریم. خب من همه جوایز و همه دستبندی رو دانلود کردم و بریم سراغ اولین جایزه بتل پس که یه اسکین شنل باحال داره، دیمر یا دمیر، فکر کنم دمیر بهتر بهش بیاد. یه دونه انفور داره، انفورش نسبتا خوشگل، ولی ما انفور ریو داریم و زیاد به کارمون نمیاد و همون رو میذاریم که بمونه. این یه رخت قیافه مثلا رنگ روشن داره نسبت به اون، ولی انفراری خیلی بهتر از اینه و اصلا به گرد پای انفراری هم نمیرسه. اینم کالین کارد بتل پس این سیزنه و یه دونه چارم داره. بچه فقط من آیتمای بتل پس ها نشون میدم، آیتمای رایگان دیگه. ببینید ساعت 5:10 شد، دیدید اون آلارم بیداری اومد بالای صفحه، بذار قطعش کنم. خب بریم ادامه آیتما رو ببینیم. من فقط آیتمای قفل رو بهتون نشون میدم، آیتمای رایگان که برای هم است، ولی افرادی که من بتل پس بگیرم فقط آیتمای قفل بهشون داده میشه و اون رایگان هم که کله، چه بخوای بخری چه بخوای نخری، اون آیتمای رایگان رو بهت داده میشه. خب یه دونه اسکین ایربون دیگه، یه دونه اسکین دی ال کیو چیه؟ نه اسکین، او اسنایپ رای، اون اسنایپ جدیده، اسنایپ جدید، آره اسنایپ جدید، ایول ایول AMR، اسنایپ AMR. من فکرم DLQ اولش یه لحظه. خب چارلی، یه دونه اسکین چارلی دیگه است که نسبتاً باحاله دیگه. بریم جلو. اینم که در بارش یه دونه ویدیو کامل درست میکنم که چیه. اینم دنس بتل پس این سیزنه که ببینیم چه جوریه. حالا چیکار داره میکنه؟ قای دوربین اضافه شده، یه خشاب بقیه جاش دست برد چیکار؟ قواقا بیخیال. آیتم بعدیش که اینم پولیه، یه دونه دپرادوه که اسکین دپرادوه زیاد به کار نمیاد دیگه. اسکین فنک هم راستی داده، یه اسکین فنک، اینم هدس یه گان جدیده دسته LMG، شبیه پپ 19 انگار، یو ترکیب پپ 19 و چاپر این در اومده. خب یه دونه اسپره داره دیگه، یه دونه دیارچش هم که نسبتاً معمولیه و زیاد اصلا اونجور حرفه‌ای و خفن نیست. اینم یه اسکین دیگه ای از بتل پاسه که اسکین سوم حساب میشه که واقعاً چرته.
من اصلا از این بتل پس خوشم نمیاد، اصلا خوشم نمیاد و فقط دارم میخرمش که بتل پس های اکانت ناقص نباشه، چون از بتل پس های قدیمی دارم تا الان نمیخوام ناقص بشه بتل پسش و میخوام که اکانت کامل باشه. این هم یه دونه بک بکه که اصلا معلوم نیست چه. اکتیویژن فکر کنم فقط میخواست یه دونه بتل پس داده باشه بیرون، فقط میخواد فصل جدید کنه. یه دونم راستی یه دونم اسکین اسنوبورد داره که گلگلیه، نمیدونم گلگلیه چی چیه روش، مثلا زیاد تاثیر نداره، زیاد رنگ بندی اصلا باحالی نداره خداییش، و این سیزن کلا خیلی مزخرفه، اصلا خوشم نمیاد ازش. و بچه اگر فقط میخواهید بخرید که اسکین داشته باشید، پیشنهاد میکنم اگر خوشتون میاد ازش بخرید. اینم اپیک گان جدید، همون ترکیب پپنونزا و چاپر که ترکیبش این در اومده، حالا ترکیب خودتون که فکر کنید منظور رو متوجه میشید. خب میگفتم اینم پروفایلش و اونم فریمش بود که اصلا میگم که زیاد کار نشده روی این بتل پس و فقط اکتیویژن خواسته که یه چیزی انتشار داده باشه. این بتل پس پریمیومه که یه دونه تبر و یه پروفایل و یه فریم و فریمش اصلا باحال نیست، با یه دونه کالینگ کارد اضافه داره که یه جورای دو سه برابر میشه که پولش میشه، ولی ما میایم همین بتل پس عادی رو میخریم مثل همیشه و پریمیوم اصلا نمیخریم چون اصلا به کارمون نمیاد. خب بریم که بخریمش. بچه ها میگفتم اگر که دوست دارید یه بتل پس خیلی خوب بخرید، به نظر من این بتل پس اصلا خوب نیست، فقط اسکین اول و اسکین چهارمش باحاله و بقیه آیتماش اصلا مفت نمیارزه. خب و منم دلیلش رو بهتون گفتم که چرا دارم میخرم، میخوام بتل پس های اکانت ناقص نباشه و میخوامم ویدیوش رو بذارم داخل کانال که افرادی که واقعا توانایی خرید بتل پس ندارن با دیدن این ویدیو بهشون مثلا اون حس خرید بهشون داده بشه و مثلا یه جورایی فکر کنن خودشون هم دارن میخرن. پس حالا نمیگم نخرید، نمیگم بخرید، نمیگم نخرید، حالا بستگی خودتون داره، خوشتون میاد بخرید، خوشتون هم نمیاد نخرید. ولی به نظر من اصلا بتل پسش هیچ باحال و جذابیتی نداره و اصلا خفن نیست. اینم کالینگ کاردشه و دیگه بریم جلوتر ببینیم دیگه چه آیتمایش برامون باز میشه. فکر کنم اینا خریش بود، چهارمش هم برامون باز شد و بقیه آیتماش هم موند که باید تایرمون رو ببریم بالا و بقیه آیتماش هم بگیریم. خب بچه ها اینم از خرید بتل پس و بررسی بتل پس. حالا بازم میگم بستگی به سلیقه خودتون داره که دوست دارید بخریدش یا نه. بچه ها مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب کردن چنل فراموش نشه. دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بود، عشق منید، خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار. Let's just hope it feels good.